بازیکن فکر کنن که این سوال خیلی حاشیه‌ای خیلی مهمی است همونطور که شما گفتین، ولی همونطور که شما توضیح دادی میبینی همه اینها زنجیروار به هم وصل. اگر ما اینو درک بکنیم خب درک یه مطلب دیگه آسان‌تره، یا اگر مطلب دیگه ای رو درک کنیم این دیگه اصلا سوال نخواهد شد برای ما. پس ما نمیتونیم بگیم که این حالا خیلی مهم نیست پس در موردش صحبت نکنم. همونطور که شما گفتین من فکر نمی‌کنم هیچ ایمانداری صبح از خواب بیدار شده باشه یا بعد بگه که من گناهکارم و باید توبه کنم، یهو به این آگاهی برسه که با هر ذره پوشی که از به این آگاهی برسه که من گناهکارم و باید توبه بکنم. به قول شما یکی باید این آگاهی رو، این بیداری رو بهش داده باشه که اون شخص تصمیم بگیره و بدونه که گناهکاره. و اگر خداوند یکی رو بیدار کنه و فکر میکنم دیگه اون شخص انتخابی نداره به غیر از توبه، وقتی واقعا متوجه بشه که گناهکاره و نیاز به نجات داره. ولی تا وقتی که اون آگاهی بهش داده نشده باشه از طرف روح القدس و خداوند، اون شخص به هیچ عنوان به این فکر نمیافته یا این احساس رو نمیکنه که اصلا گناهکاره. شاید من میگم حرفتون درسته، شاید من میگم متوجه خطا هست ولی بله. الزام گناه درش وجود نداره. یکی از مثالهای خیلی زیبایی که توی نوشته های آگوستین وجود داره، یک کتابی داره به اسم اعترافات آگوستین که به فارسی هم ترجمه شده، یک بار هم اینجا معرفی کردیم، دوستانم ایمیل زدن گفتن که کتاب رو خوندیم و خیلی برکت گرفتیم. توش اشاره میکنه، میگه که من وقتی که بچه بود، یه نوجوان بود، با دوستانش میرفتم و باغهای اطراف و همسایه مثلا گلابی میدوزیدم، میگفت من میدونستم اشتباهی کاری که دارم میکنم ولی الزام گناهی وجود نداشت. من میگفت چون میدونستم اشتباه هستش، چون میدونستم کار شریری هستش، انجام میدادم و به خاطر این کار شرارتی که انجام میدادم ازش لذت میبردم، نه به خاطر اینکه به گلابی احتیاج داشتم. انسانی هم که سقوط کرده است در جاهایی میدونه که خطا داره میکنه، خیلی وقتا حتی با کارهای خوب انجام دادن میخواد اون کار رو تلافی بکنه ولی نمیخواد دست بکشه از اون کارش، برای که با یه کار خوب انجام دادم درسته، فقط میخواد اون رو تلافی بکنه یا اون از وجدان خودش رو کم بکنه، ولی به اون آگاهی که این کار باید کنار گذاشته بشه، توبه ایده باید در چون نمیخواد، چون این جسم این شخصی که داره گناه میکنه سقوط کرده است از این کار لذت داره میبره. درست. شاید بدونه که این اشتباه هستش ولی این الزام گناه درش وجود نداره و این کار روح القدسه که ملزم میکنه یک شخص رو و اون رو به اون جایی میرسونه که متوجه میشه گناهکاره. ولی تا زمانی که چشمای روحانی بسته است، تا زمانی که این شخص از لحاظ روحانی مرده هستش، هیچ عکس العمل منفی نمیتونه نسبت به گناه نشون بده چون داره لذت میبره ازش. ولی زمانی که چشما باز میشه، تولد تازه داده میشه، اون روح خدا در اون قرار داده نهاده میشه، متوجه میشه که الان نمیتونه چنین کاری رو انجام بده و متاثر و ناراحت و نگران و پشیمان از زندگی گذشتهش الان توبه میکنه و برمیگرده. حالا شاید این صحبت بکنیم که شاید این رو هم در ادامه این صحبت ها بهش بگیم، اشاره بکنیم که همه اینها در حقیقت در یک زمان اتفاق میفته. تو این نیست که الان من تولد تازه پیدا بکنم قدم بعدی بعد توبه هستش، بعد تقدیس هستش و فلان. اینا همه در یک زمان اتفاق میفته. نمیشه حتما فرمولی هم حتما بهش ولی داد که ولی یا ترتیب منطقی درش هست که بله. با این ترتیب منطقی میتونیم ببینیم درست. که کار خدا به چگونه در زندگی ما به وجود انجام میشه. درسته بله، ولی خب به قول شما هیچ نمیشه به یه فرمولی بهش داد که بلافاصله این انجام میشه، بعد از 2 دقیقه این انجام میشه، بعد از 2 روز این اتفاق انجام میشه، ولی به قول شما یک ترتیبی داره که میشه در هر انسانی اون ترتیب وجود داره، با به قول معروف زمان بندی های شاید متفاوت. شاید طرف دیگر طیف یا اون موزه دیگه ای که دوستان عزیز اتفاقا هفته گذشته توی فیسبوک بهش اشاره میکردن، باز برمیگردیم به اینکه ما گناه اولی رو چطور نگاه میکنیم. دوستان بعضی اشاره میکردن که خب انسان سقوط کرده ولی سقوطش اونقدر فجیع نیست، اونقدر شدید نیست که نتونه نسبت به خدا عکس العمل مثبت نشون بده. بله بخش عمده ای از وجود ما تأثیر پذیرفته ولی هنوز بخشی هستش که دست نخورده و نمیتونه نسبت به خدا واکنش مثبت نشون بده. خب اینم یک دیدگاهی هستش که کلیسا، اتفاقا خیلی از کلیسا هم بهش باور دارن. بله من معتقد نیستم که کتاب مقدسه، ولی خب کلیسایی هستن که این رو جزء اعتقاداتشون قرار میدن و میگن که اینجا ما باید اول عکس العمل مثبت نشون بدیم، توبه میکنیم و بعد از توبه هستش که بعد تولد تازه وارد زندگی ما میشه. اینا باز کمک میکنه که ما یه مقدار عمیق‌تر به این مسائل نگاه بکنیم. گاهی اوقات فکر میکنیم که این آموزه ها اونقدر اهمیت ندارن، ولی فکر میکنم هر چقدر ما درکمون عمیق‌تر باشه یا منطق روحانی ما تداخل پیدا نکنه با بخش‌های دیگه و آموزه های دیگه کتاب مقدس، کمک میکنه که در قسمت های دیگه کتاب مقدس هم بهتر بتونیم بفهمیم. درسته.